استفاده از برنامه ها و اپ ها به عنوان یک کاربر اصلی در این بخش از آموزش ویندوز 10 میخوایم ببینیم که اگر ما بخوایم به عنوان یک کاربر اصلی از برخی از برنامه ها استفاده کنیم به چه شکل میتونیم این کار را انجام بدیم استفاده از برنامه ها به عنوان یک کاربر اصلی باعث میشه که ما بتونیم امکانات بیشتری رو در اختیار داشته باشیم و تنظیمات بیشتری رو روی اون برنامه یا اپی که داریم استفاده میکنیم و اون رو داریم اجرا میکنیم داشته باشیم برای مثال فرض کنیم من میخوام با کامن پرام کار کنم برای سرچ سی رو وارد میکنم و کامن پرام رو در اینجا کلیک میکنم و همطور که میدیم در اینجا من میتونم دستوراتی که مد نظرم هست رو وارد کنم به عنوان یک کاربر فقط و به عنوان این قسمت هم دقت کنیم که کامن پرامت برای ما وجود داره اما اگر بخوام به عنوان کاربر اصلی دسترسی های بیشتری رو نسبت به این بخش و یا هر برنامه که ما نیاز داریم که اجرا کنیم داشته باشیم کافیه که مجددا در قسمت سرچ برای مثال من کامند پرامپت رو فراخونی میکنم و یا شما هر برنامه دیگه که میخواین اجرا کنید و یا هر نرم افزاری که میخواین نصب کنید رو به همین شیوه تی کنید برای اون راست کلیک میکنم و ران از ادمنستریتور رو کلیک میکنم با انتخاب ران از ادمنستریتور در اینجا تایید میکنم که اجازه میدم به این اپ که برخی از تغییرات در سیستم من داشته باشه و بر روی یس yes کلیک میکنم یعنی میخوام به عنوان یک ادمین مربوط به این سیستم وارد این برنامه بشم که دسترسی رو به قسمت های مختلف برای من آزاد کنه بر روی یس yes کلیک میکنم و همونطور که میبینیم کامند پرام برای ما در اینجا باز میشه منتها به صورت یک ادمینستریتور در اینجا برای من باز میشه و من میتونم کارهای بیشتر رو و دسترسی های بیشتری رو در این قسمت داشته باشم و همونطور که میبینیم در قسمت خط فرمان هم در اینجا که وجود داره دیگه عنوان یوزرز وجود نداره به عنوان ادمینستراتور اومدم و وارد قسمت ویندوز شدم برای مقایسه من مجددا در اینجا کامن پرامپت رو کلیک میکنم و همونطور که میدیم میتونیم تفاوت بین این دو رو ببینیم که در قسمت اول من به عنوان یک یوزر وارد شدم و در قسمت دوم میتونم تغییرات بیشتری رو در دسترس داشته باشم و اون رو اعمال بکنم به این ترتیب در این بخش با نحوه اجرا کردن برنامه ها و اپ به عنوان یک کاربر اصلی جهت دسترسی بیشتر به قسمت های مختلف آشنا شدیم.